Your life. فصل گل و طرف جویبار و لب کشت، با یک دو سه اهل و لعبتی حور سرشت. پیش آر قدح که باده نوشان صبوح، آسوده ز مسجدند و فارغ ز کنشت. درود به همگی، طبق وعده خدمتتون هستیم. یه رباعی از حضرت خیام خدمتون تقدیم کردیم تا استاد درخواست بدن. خب درود به شما، خوش اومدین. بله دکتر جونم درخواست دادن. درود به شما، خوش اومدین. سلام علیکم، وقت بخیر. درود به شما، چهارشنبه سوریتون مبارک، سال نوتون پیشا پیش مبارک. خب طبق وعده باز خدمتتون هستیم با موضوعی که قرار شد راجع بهش صحبت بکنیم و همه تو جریان هستین. قرار راجع به استاد خاطراتشون راجع به سال نو، نوروز، بهار، فصل بهار، فصول همیشه واسه ما انسان ها مهم بودن، چون به هر حال گذر تاریخ رو، گذر زمان رو یادآوری کردن به نوعی، و مهمترین فصل هم واسه ما فصل بهار هستش. من بیش از این صحبت نکنم، همه ما رو اطلاعات رو تا حدی میتونیم بزنیم بریم اول سراغ دکتر جون. استاد با اجازه شما اگه رخصت بدین، طبق روالی که حالا با پهلوان ها بودیم جلسات پیش، با دکتر جون شروع بکنیم. ایشون یه موارد کلی یا اگه دارن راجع به اطلاعاتی اگه میخوان به صورت کلی بدن، تا بعد دیگه خصوصی بریم سراغ شوشتر رو ببینیم تو شوشتر این فصل زمان بهار و عید و نوروز چطوری بود، و استاد طبق روال خاطراتشون رو واسه ما تعریف کنه، خاطرات شیرینشون رو. بفرمایید دکتر جان، خدمت شما هستم. خواهش میکنم. متشکر مرسی جان، سپاس و عرض ادب و احترام خدمت استاد عزیز. و خدمت رو عرض کنم، داشتم نگاه میکردم که چیکار کنم مرسی جان، گفتم بیام یه پریزنتیشن راستش حدود یک سال پیش برای بخش تاریخ باستانشناسی دانشگاه ساوپولو برزیل ارائه کرده بودم در مورد همین قضیه که عنوانش هم این بود ماچ A significant month for human civilization. یعنی ماه مارچ مهمترین ماه، یه ماه خیلی مهم برای تاریخ تمدن بشری. من یه همچه چیزی رو اونجا عنوان کردم و تو این در مورد چهارشنبه سوری شباهتش با قاشق زنی، شباهتش با جشن هالووین، چهارشنبه سوری و بقیه مراسمی که از قدیم بوده اینا رو عنوان کردم. و اینکه روز بین المللی نوروز داریم که تو یونسکو به ثبت رسیده، که اینم جالبه، حدود 300 میلیون آدم از اطراف و اکناف دنیا این نوروز رو جشن میگیرن که خیلی مهم هست از این لحاظ. و بعدش در مورد عدد 7 توضیح دادم تو پرزنتیشن که 7 مقدس هست و چرا و چطوری از سومر 7 روز هفته اصلا شروع شده و از اونجا اومده، و فرشتگان هفتگانه در آیین زرتشت و همینطور خدایان خوشبختی در دین ژاپن و همینطور در هند. و خلاصه وارد این بحث هفت مقدس شدم که به اصطلاح ریشه‌هاش کجاست و چطوری به همه برمیگرده. در مورد 13 به در و شباهتش دوباره با اسکیپ گوت که یک مراسمی هست که از قدیم بوده و الان هم عبری ها و یهودی ها اسکیپ گوت رو دارن و به نوعی مسیحی ها تو آینشون اینا رو دارن. این صحبت ها رو راستش کردم که من گفتم حالا رؤوسش رو خدمتون عرض کنم. 13 به در، چهارشنبه سوری، سال نو، خانه تکانی، همه اینا به نوعی مرتبط با تمدن بشری هست و تاریخ و پیشینه بسیار زیاد و خلاصه قوی داره که گفتم حالا سر فرصت اگه نیازی بود
من تو مقاله بعدی خدمتون بعضی از اینا رو بیشتر توضیح میدم. مسیجا سرخو گوشیم که استاد تجربات خودش رو تجربه رو از کشتر و اون اقلیم خاص و محل به خصوص بفرم. سلام علیکم، بار سال نو را به شما همیاران، همکاران خوبه، به بینندگان و همشهریان عزیزم شوشتری ها و هموطنان عزیزم تبریک میگم. ما میخوام در مورد بهار شوشتر صحبت بکنیم، یعنی اون چی که اتفاقاتی که در یه ایام به مردم میگذشت و خوش بود، در اینا در مورد اونا صحبت. در مورد بهار شوشتر باید بگم که بهار شوشتر از 15 اسفند شروع میشه. 15 اسفند کشه، مثلا مردم میگفتن زمین نفس آشکار داره میکشه. یعنی چه؟ یعنی هوا داره تغییر میکنه و اون موقعی است که تمام سبزها و شکوفه ها و اینا کل شروع میکنه به باز شدن در عرض چند روز. پس بهار شوشتر از همون 15 اسفند که دیگه سرما و اینا نمیشه شروع میکنه. و اما برای بهار یه سفیرانی هم داشتیم که از اول دیما یا وسط دیما شروع کردن به اطلاع دادن در مورد بهار. پرستوها بود که پشت سر هم دست دست روی آسمان شوشتر حرکت میکردن، میومدن لکلک ها بود شروع میکردن به اومدن و اصلا یه واقعا یه بهاری بود. بهار نه ما برای ما انسان ها، نه برای تنها گیاهان، حتی برای حیوانات، برای پرندگان، اصلا یه بهار کلی بود، بهاری بود دست جمعی که همه شروع میکردن از زمین و سبزه و پرنده ها با ما. من همیشه دقت میکردم سری پرنده ها از جمله گاهی لکلک ها و بعدش یه روز معذرت یه روز یه دوتا پرنده دیدم، بله همین پرستوها، دوتا پرنده دیدم تو ایوون خونه ما همیشه ایورور داره میگرده. خب من تو فکر که اینا دنبال چی میگردن؟ اینا داشتن مهندسی میکرده که در کدوم گوشه از ایوون، از اتاقی که پوشیده شده است، خونه شونه و لونه شونه بسازن که دور از دسترس مردم باشه و به خودو دور از دسترس گربه ها باشه. خب بعدش چند روز دیدم یکی میرفت یکی میومد، یکی میرفت یکی میومد، خوشید دارم. بعد یه هفته دیدم یه لونه خوشید قشنگ قد ایچف دست من درست کردن و توش میاسدون کردن پروردن و گذاشتن و دیگه بچه ها تو بزرگ میکرد. این سا فراموش نمی کنم، سا به زود و به بسیار زود صدای جگجی که اینا به سا بلند بود و ما رو از خواب بیدار میکردن. خب من این داستان این سفیران این مال پرسو باید تموم کنم. به هر حال اینا مدت ها اونجا بودن، پشت سن آب و غذا اینا می بردن برای بچه هاش و بچه هاش بزرگ می کردن و دیگه بچه هاش هم که بودن با خودشون با جوجه هاشون صداها زیادتر می شد. چون بالاخره ما رو بیدار می کردن و بعد چند وقتی که اشتا می داشت به 15 روزی دور نزدیک و آبی بش بعد دست درد نکنه خیلی قشنگ. آره بعد دیدیم دیگه اصلا صدایی از این لونه بلند نمیشه. وقتی که میگشیم معلوم شد که اینا پرواز کردن دیگه، از جا مهاجرت کردن به جای دیگه رفتن. تو ایوونا همیشه سقفا تاقایی که بود بهش میگفتن خونچه پوش، خونچه پوش به این صورته که تاقی از این و تاقی از ور میورد اینا رو با هم دیگه وصل میکردن. بین این دوتا تاق یه چوبی از جنس کنار که محکم قرار میدادن و ما تنابی بینا میبستیم دیگه ایامه شروع میکردیم به تاپ کردن داخل خونه و دیگه شعر و آواز اینا هم شروع میکردن که اصلا لذت میبردیم که دیگه را تاپ میدادیم. سلامتون، اگه گوشی بغل دستتون روشنه که داره پخش میکنه لطفا اونو خاموش بکنید، گوشی دیگه اگه هست ای کسی، چون یه صدای دیگه هم میپیشه پس همینه. بفرمایید. بله، یعنی اینقدر شلوغ بود، گوشه دیگه روشن نیست، گوشه هست ولی روشن نیست، به قدری شلوغ بود اونجا برای تاب خوردن که دیگه میذاشیم نوبتی، میگفتیم 10 تا که تو تاب خوردی دیگه باید بری کنار. به همین صورت شروع میکردیم به آواز خوندن و تاب خوردن.
یه چند روزی که میگذشت بعدش هم لکلک ها شروع میکردن اومدن. لکلک ها خوشم میاده، لکلک ها خیلی وفادار نسبت به همسرشون، نسبت به جفتشون داشتن، چون به مازی که وقتی هر کدوم اینا تو همون لونه قدیمی خودشون میومد، هیچ وقت نیدن به دو تا لکلک به خاطر لونه سر لونه دعوا بکنن، هیچ وقت نیدن لکلک ها دنبال پرس و سر یه جفت دیگه بخوان دعوا و اینا رو برا بکنن. و بهترین حالتی که من از اینا به خاطر دارم این بود که وقتی که جفت دیگهش بعد از اینکه یه آبخانه خورده یا آبیچی اومده یا مثلا غذای اومده نزدیک لونه که میشد، جفت دیگه که سر لونه بود دستاش کلیت ما انسان ها باز میکرد که میخواد طرف بغل کنه، دستش رو بالا میکرد و شروع میکرد به خود شوشری ها کل زدن. این حالت من هیچ وقت فراموش نمی کنم که چقدر وفادار نسبت همدیگه بودن. روز عید یه دو سه روز قبل از اون مدرسه ها بچه هایی که بی بضاعت بودن اونجا صدا خبرشو میکردن بهش میگفتن که بیا دفتر کار داریم. استاد ببخشید قبل از اینکه شروع کنیم این مبحث بعدی رو، لکلک ها رو شما خودتون یعنی میدیدین؟ کجا بودن لکلک ها؟ کجا آشیانه میکردن یا کجا میومدن؟ عرض کنم ممنون اینو پرسیدی. سید محمد ماهرو که شوشتر باشه بیشتر سر گنبدهایی که چون طوری بود کسی نمیتونست گنبدا بره بالا، سر گنبدا دور اونا میرفتن هیزم و چیو دیگه میوردن و سوالی میوردن و لونهشون رو درست میکردن. و اینه که فرمودی که چون با دقت کردی، داره من پشت بوم خونه بوم میرفتم در فاصله دو متری خونه آمون بود که یه کنیسه ای داشت، کنیسه یعنی خط کشه بلند بود نسبت به سطح اون. همیشه اینا رو هر روز صبح که من میرفتم، من مثل که جفتی از خودشون باشم یا همسایه خودشون باشم، هر روز تو میباز بچه بودن میره برسه برم اونجا نگاه کنم و همه کارا اینا را زیر نظر داشتم. و مورد سید محمد ماهرو که تو دروازه شوشتره خواستم خدمت این عرض کنم که باز روی گنبد اون لونه لکلک ها بود و یه جایی که بهش میگن تو پروی سازه های آبی شوشتر نزدیک کارخونه برق آقای نمکی یه دره ای هست که بهش میگن شیرچپ لقلقون. اون موقع یه صخره ای اونجا بود، الان اون صخره خب آب مثلا اینا رو رفته برده از اون رفته، خیلی چرا نابود شده، مثل خود دوبرانو بیه خسمتش رو میده خراب شده، مثل خدمت خطی داره اون رو بخار شده میشه. اون قسمت یه صخره ای بود، یه صخره ای بود از سطح آب 40 سانتی بالاتر بود و اندازه یه قالی جمن 8 متر مربع داشت و توی اون علف و عرض کنم نیزانه های پیپایی بود. و دیگه اون لکلکه که مثلا اونجا سید محمد مارو بود از اونجا می اومد، از همین قسمت صخره بهره برداری میکرد، میچی ای لازم بود برای ترمیر حساب دونش و یا دیگه کرمیکی پیدا میکرد حساب میخورد و همیشه حواست به اون قسمت دیگه بود. بعد دیگه جا به جا میشودن میرفت میومد. کتاب جالبه شما چیزایی رو عنوان میکنی که برای بعضیه که الان دارن زندگی میکنن تو شوشتر برشون خیلی شاید دور از ذهن باشه که شما به قول خود رو اون کنیسه، اون به اصطلاح قسمت بالای اون خونه هایی که نزدیک شما بود این لکلک ها رو میدیدی، یعنی اینقدر زیاد بودن پرندگان مهاجر مثل لکلک میومدن. از طرف شما در مورد کوسه صحبت میکردی که اونجا کوسه ها رو میدیدی. اینا چیزایی هستن که واقعا برای بقیه کسایی که اونجا دارن زندگی میکنن خیلی شاد عجیب و دور از ذهن باشه، که این جالبه که این موارد رو بدونن و بدونن که همچه اتفاقاتی قبلا میافتاد و بوده اونجا. بفهمید، خواهش میکنم. جالب میفرمایید، دقیقا هم همینجور شوشتری اونچه که اسم روی چی میذاشتن، یعنی همون خاصیت همون حالت داشت، اسم عجیبی نمیذاشتن. خیلی ها مثلا میگن شیب لکلکون یا فارسیش میشه شیب لکلکا، شیب چپ لکلکا.
ولی اصلش همون جا بود که من مثلا دیدم اون صخره رو دیدم، حتی یکی از لکلک‌ها که یه خود تازه بال در آورده بود داشت بال در بال میزد افتاد تو آب. یادم اون موقع عمو خدرا هم بود، خدا رحمتش کنه، و پدرم آسیاب دوپرون بودن. این رفتن گرفتن این لکلک جوان رو آوردن به حساب تو آسیاب، خشکش کردن، پرستاریش کردن، بعدش بوده سر پل دو پلون. اونجا روبروی سید محمد ماهروی که یعنی محل لونش نشونش دادن به این صورت، و بعد پروازش دادن و این لکلک به زبان لکلک زبان رفت همون تو لونه نشست. این کاری بود که من فراموش نمی کنم و خیلی ممنون هستم دکتر که من یادآوری میکنی، چون بعضی مطالب گفتم که ممکنه یادم بره، شما یادم میاری، دست شما درد نکنه و واقعا شما بهار من حسیدم میشه. آره هیچ وقت یادم نمیره که این قدر به این صورت بود. از کنم در مورد پرنده ها داشتم صحبت میکردیم. تو خونه ما خواه او پرستوهای لونهی درست کرده بودن. مردم شوشتر پرستوها را سید پرنده ها میدونستن. سید نه به این صورت که پرسون خب حالا چی ما تعبیر میکنیم، سید یعنی بزرگ، بزرگ بار، یعنی نسبت به دیگران یه احترامی داره. بعد تو خونه ما هم این پرسوی که الان هست لونه درست کرده بود، من تیکه دیگرش یادم رفت. نه ما بعض خونه که دوست داشتن اینا را یه چی درست میکردن به این صورت، خوب نگاش کنید پیداست. آها باره به تیکه چوب نخ میبستیم یه بره ورش، یادم خود ما هم میکار کردیم. بعد قسمت بالاش یه تیکه یه قسمت گچ، گچ درست میکردیم، گچ تو آب و اینا درست میکردیم آماده. بعد این دست پدرم بود که اینجاش هم میگرفت و اینو محکم پرتش میکرد به سقف در فاصله یه متری دو متری اون لونه که اون ساخته. این چون گچ بود و اون موقع دیوارای خونه هم به حساب گچکاری نبودن، جا داشتن، شیار شیار داشتن، متخلخل بودن. این دیگه وقتی میرم اونجا میچسبید بالا و این دیگه هر روز ما لذت میبردیم که اینا وقتی که میومدن گاهی تو لونه جاشون نبود یا درشون میومدن تو ایتاب شروع میکردن به تاب خوردن. ما دیدن اینا ما خیلی لذت آور بود. حالا من اینه نفراتی که همسن سال من باشن شاید شروع کنم برای بچه هاشو تعریف دادن که بله آقا جو اون موقع دیگه سقف‌های به این صورت ساخت نبود و چین و برچین داشت و خونچه پوش بودن به این صورت و اینا می رفتن حساب بدهتن. یعنی تمام یعنی علاقه داشت از نظر محیط زیست و حرمت حیوانات داشتن و من اینه که درست کردم نه که بگیم ی اسباب بچه بازی. من میخوام الان نفراتی که سن سال من هستن به خوبی یادشون بیاد که فورا یه بادی میبستن برای اونا. و اما ادامه بدیم. چند روز قبل از این دانش آموزان مدارس که بی بضاعت بودن و همیشه لباس شیاطی معلوم بود که اینا از خانواده های فقیری بودن، وقتی که مدرسه تعطیل شد که میخواستن برن به اون بچه ها بی صدا آرام به سا اطلاع میدادن که وقتی بچه ها مدرسه رفتن بیرون شما بیایید دفتر کارتون دارن. دفتر که میرفتن هر کدوم کت و شلوار و از کنم کفش و پیرهن اونا همه چی تهیه میکردن، البته به اندازش هم چون نفرات خیر تو شوشتر خیلی بود. خدا رحمت کنه اشخاص خیر که دلسوز همه بودن. واقعا من لذت میبرم از این مردم بدونی که حتی ما بدونیم که این اشخاص خیر کیا بودن. اینا میومدن اینا میدادن مدرسه با نفر تو پلاستیک نبود تو یه چی بسان میدادن. بعد از اینکه بچه ها دیگه میرفتن خونه هاشو کسی اینا رو نبینه نشناسی یا بهش نگنده خدای نکرده که آقا تو بی بضاعت بودی اینا رو مدرسه بداده اینا رو الهده دیگه میفرستادن خونه. این یکی از کارهایی بود که ریاکاری نبود و اون چه که بود وجدانن انجام میدادن. عرض کنم یکی دو روز نزدیک عید که میشد تو همون ایامی که گفتیم نفس آشکار میشه زمین، هر گوشه شوشتر که حرکت میکردی علاوه بر پرستوها با ایچی هاش که میدیدی
بوی کنار، بوی باقده می اومد که آدم مثلا خیلی لذت می برد و اطراف باقا دیگه همه نوع سبزی، حتی سبزی مثلا به نام توله که بهش می گفتن، پنیر اکبر می گفتن، خاصیت داره، از اون طول بازم استفاده میکردن، نه اون که بگه به نام غذا، به نام این که استفاده میکردن و ما هم از اونا میخوردیم. بریم سراغ کلوچه درست کردن. یه روز یا دو روز قبل از عید پدر من یه ظرفایی بود از جنس سفالی، بهش میگفتن انگون، اسمش به این صورت بود، خمیری درست میکرد، این خمیر میبایستی محکم اینقدر اینه به حساب قوام بیاره تا سفت سفت بشه. بعد وقتی که این خمیر سفتش کرد دیگه تکه تکهش میکردن با یه وسائلی، اینه من نمیدونستم چیه این وسائل، و بعد یه نفرم سوال کردم که اونم رفت مامان بزرگش یا فامیلایی که بیشتر اطلاع داشت بپرسه که اینا چیه. اینه نمیده پیداست، این خب گوشکوه میشناسیدش، یه چی به این صورت چوبی درست میکردن و اینجاش هم پهن‌تر بود و اینجا ببین نقطه چین شده، فکر کنه او رنگا پیداست، اینا کل میخوتایی بود به اینا کوبیده میشد و وقتی که او نون او خمیر پهنش میکردن به خاطر که تو تنور که رفت باد نکنه این سوراخ سوراخ ایجاد میشد که درست در بیاد. و من چون اسم اینا رو نمیدونستم و اینها یه سوالی کردم و از یه نفر آشنا سرکار خانم فروزان علیزاده که از همین فامیل لوعلی باشه و بعدش برای من جواب داد، من با اجازه جواب شدم. بابت اون موردی که پرسیده بودین به خانم صحبت کردم، اولی که باش خمیر رو پنه اون میگن که بهش میگن برتنه، اون بهش میگن مشترک باشه، یعنی هم برتنه میگن هم چیه، چون خیلی از لغات الان هم به کار میکنن که به خودمون به عنوان فارسی صحبت میکنیم مشترک هم دیگه، فکر کنم بیشتر بگم برتنه و چیه. مسئله دوم و هر دو تا سبسکوش میگن اومی که نه همه روی خورما رو بهش میگن موریزه، فکر میکنم به معنای موز ریزه میزه کوچیک باشه. خوش بشدم، شبتون بخیر باشه، سلام بسیار برسید. این صحبت این خانم که زحمتش دادم اینه بشنگن سکسکو، بنابراین با صحبت ایشون و موره نمیده گفت چی موره چی که علامت میزده، یه علامت خاصه روی ماده خورما. اون چی که درست میکرده از این خمیر یه قسمت بهش گفتن تقکی، یه قسمت که به صورت لوزی میبریدن با شکر اینا درست میکردن بهش میگفتن که کلوچه شکری، یه قسمت هم خرما میذاشتن توش که گرد بود و کوچک و موری هم روش میذاشتن که بهش گفتن چه که این خانم فروزان یا فامیل ایشون اینو گفت بهش گفتن مهریزه، مور خامو مور ریزه یعنی مور کوچک. برای درست کردن اینا همه خونه ها تنور نداشتن، یادم ما همسایه داشتن به نام مار ایدی بهش میگفتن و بعدش هم که دیگه نوبت میگرد میگفتش آره مار حاطر بعد از اون نوبتت بیا تنور استفاده کن. بعد خرج این تنور یه کبیره، یه بار کبیره بود، کبیره یه بوتایی بود اطراف شوشتر، این بنزین، این نفت، کبریتی میزدی همش آتش میگرفت. اونا رو یه باری به سال که طرف ها کولش رو بزن نزدیک این میوردن فریاد میدنن که بار کبیره داریم، اون رو میورد به سال تنور گرمش میکرد و دیگه فقط زنها و بچه ها میرفتن، دیگه مرد ها حق نداشته برن کنه همسایه، اون کلوچه ها را درست میکردن. شب عید که شد بعد درست کردن این کلوچه ها، اینها هر نفری که دخترش شوهر داده، خواهرش شوهر داده یا هرچی، یه خونچه پر از غذای مفصل همه رقم غذا درست میکردن میذاشه تو خونچه و میبردن خونه داماد. بعضی هم یه لوتلو به قول شوشتری ها به نام ایدی برای ایدی به اونها میدادن.
ما هم بچه که تو خونه بوده عید ما دیگه عید حسابی بود، همش دایی میومد، عمه میومد، خاله میومد، میگفت عید مبارک، من دست میکرد تو جیبش، یادم داریالی پنج ریالی سر هم نبود چون یتیمانی ها اسکناس بودن، ما میگرفتیم یه لذت میبرد. ما بعد از صبح که عید میگرفتیم همیشه یادم صبح بود، حالا بعد از ظهر یا هرچه بود صبح بود، بعد زورش می رفتن دیگه صحراگردی، یه خورده یعنی اخونه می زدن بیرون و گشتی بزنن به غلات و بعضی غلات هم بعض غلات که یعنی جو و گندم باشه، یه گلای قشنگی به نام گل شمشیدک آبی رنگ بود، خیلی جالب بود، من عاشق اون گلا بودم، می رفتن از اون گلا می چیدیم. و یه گل دیگه بازم توی مزاره بود به نام گل شخایق، منتاش به ما میگفتن این گل تیه سرخیه، تیه به توشتر یعنی چچ، تیه سرخیه این ندیده تا دنبال اینا به سازگان بچشید تو خیلی بچشید درد میگیره. روز بعدش یا روزای بعد دیگه تا سه چهار روز پشت سرم ماش مردم دروازه گرگر و اشکفتی میرفتیم عبدالابانو. عبدالابانو یه میدان بزرگ چارگوشی داشت، باقی عبدالابانو هم اونجا بود که زنها اونجا بودند، از کنم بعضی وسائلی که نجارا درست میکردند مثل ماشین های تختهی، یه چی دیگه به نام خرپاپو درست میکردند، یه چی دیگه به نام غمغمبک درست میکردند، و از همه مهمتر از این کنها که جمع میکردن به صورت کلولهی درستش میکردن و دور این شروع میکردن به چیدن، یه گلچینش میکردن، یه برگای سر این بسیار بسیار جالب بود. و کار دیگه همه زنها مردها خوشحال ترقه بازی و از این کار را انجام میدادن و یادم منم ترقه درست میکردن، دونه پنج ریال میفروختن و ترقه خوبش هم دونه یک مونی فروختن. آره ترقه ها یادم موادی که استفاده می شد بهش می گفتن زرنیخ نقاشی و کلور، این دوتا رو با قاشق چای خوری مخلوط می کردن، بعد از اینکه جده می کوبینه اینا رو با همدیگه مخلوط می کردن، چند تا تنگیز هم می زاشن توی اینو محکم می بسنش و دیگه وقتی پرت می کردی اینا منفجر می شدن. تو چند تا نفرات از این جوان ها که کارا رو کردن متاسفانه جای خودش جای به خود خود نفس لطمه وارد کرده بود، من به خاطر که لطمه من وارد نه فکر خوبی کرده بودم، او ریگا رو داخل آب میذاشتم، وقتی تو آب میذاشتم بعد این داخل ای کنه میذاشتم با این مواد که ترقه باشه به خواب اینا رو محتم میبستم، چون تو آب بود به صورت نبود که به هم دیگه بزنن و ایجاد لطفه بکنه بکنه. یکی دیگه از بازیایی که اونجا انجام میدادن که الان باید آمرشاد هم کمک من بکنه، یه نوع بازی بود بعد از این بین جوانا به نام تخم مرغ بازی، دو تا جوان که اونجا بودن تخم مرغ بازی شروع میکردن، آمرشاد لطفا کمک من بکن. سلام بینندگان عزیز سلامت بکن، یه تخم مرغ ایش پیدا نیست پیدایی؟ بله مثلا ما اونجا که بودیم دو تا جوان یه تخم مرغ ایداش یه تخم مرغ ما میومده تخم مرغ بازی، خوب لطفا دقت کنی نبیدن تصویر تو پیداست یا نه. بله بله سلام خوش اومد. ما به خاطره که بازی بکنیم ببین یکی از این تخمورا باید زیر باشه یکی دیگه بده سر ای، بعد این میگم من زیر باشم، من میگم نه من باید بالا باشم، اختلاف داشتیم میومدم پرو پوچ میکرد، میگفتم خب رو تبکا او وقت این تخمورا میذاشت تو دستم پایی، بعد میگفتم خب بگو برگرد کدومشو پر کدوم، میگم این پر این پره، پس بنابرای من خسمت بالا قرار میگرفتم. ما بیا بازی میکنیم این نوکش که یا خود تخمرغا سفتره دیدید یا خود برجسته تره، این محکم دور اینه میگرفتش، من میزدم روی این بذار تصویر ببینه پیداست، میزدم یک یه ضربه فقط روی این
اگر تخم مرغ من میشکست تخم مرغ باز بدم به ایشون ببره، این برنده بود. اگر این تخم مرغ میشکست این من اینه میبود این ببرد میشکست. ولی به این صورت این بازی هم ادامه داشت و اگر دوتا رو به هم دیگه میزدن و بعد هیچ کدوم نمیشکست عوض میکردیم، من میرفتم زیر این میومد بالا. برحال بالاخره یکی از تخم مرغ یا دوتا شکسته میشدن و این بازی پیدا. البته اینه که میگم نه برای تخم مرغای الان کارخونه ای، اون موقع مرغا تو بیابنهایی بر وقت غذایی و حسابی میکنن و تخم مرغش و پوستش هم بسیار بسیار محکم بود. خب این موضوع تخم مرغ بازی، امیدوارم با صحبتاتو بابتامو خستتون نکرده باشم. کی برد الان استاد؟ آره عرض کنم دیگه او ایام عید دیده بازی نه که برای یه روز تمام میشد، تا 13 بعد عید دیگه همین کلیچ ها رو هم داشتن، هم رفت آمد بسیار مرتب بود و عیدی اصالی هم یه رو نیومد و هر کجا میرفتی، هر باقی میرفتی، زیر هر درخت میرفتی، هر کوچه ای گذر میکردی، هر خیابونی میرفتی، رقص و آواز این نبود که حتما بیاد چیز بیاد حتما اونجا برقصه، چی بهش میگرد که سیاه رنگه حاجی فیروز دیگه همه جا بود. بله حاجی فیروز، آره دیگه همه جا تخ و تنبک اینا بود و مردم واقعا واقعا شاد بودن و طبق همین شعری که فکر کنم فراخی سیستانی گفته بود، در هر بیغوله و باقی نوای مطربی برخواست، دیگر باید شدن ما را کنون کافاق دیگر شد. یعنی در همه جایی سرزدا هست و حس زندگی و شادی بود، ما هم میبایست دیگه اگر اخلاق بد یا چیز گذشت کنیم. و یه چی دیگه مال ایامه هیچ وقت فراموش نمی کنم، اگر بین دو نفر کدورتی مثلا بوده قرب بودن دیگه ایام عید خوشبختانه بهانه‌ای بود دیگه، میرفتن رو بوسه میکردن و همدیگر رو بغل میکردن و گذشته رو فراموش میکردن و شروع میکردن به رفاقت و دوستی و شادی. خب من در خدمت هستم دکتر و آماسل، شما ادامه بدید. خواهش میکنم، بسیار عالی، مفید، مختصر خاطرات زیباتونو با زبان شیرین دوستانم کامنت دادن که بیان کردین، ممنون. این خاطرات رو ما واسه این از شما میخوایم بگین که به هر حال الان متفاوت شده وضعیت و مطمئنن دیگه ما اون روزها رو نخواهیم دید، اون لک لک ها به هر حال به نظر دیگه بعیده که اونجا مهاجرت بکنن یا پرستوها، به هر حال دوره داره متفاوت میشه و اینکه شما این خاطرات رو در اینجا ثبت میکنید به هر حال شاید برای کسایی یادآور باشه. ما از دوستان دیگه هم که حالا میخوان، چون این دو جلسه و جلسه بعدی رو اختصاص خواهیم داد به شوشتر، بهار، فصل بهار در شوشتر، میتونید تشریف بیارید. شما هم حالا اینجا دیگه تخصصی نیست که بگین راجع به آسیاباست ما چیزی نمیدونیم، میتونید حضور پیدا بکنید. اگه خاطره ای دارین، مطلبی راجع به شوشتر قدیم میخواین بگین، راجع به اون موقع که چطور نوروز رو جشن میگرفتیم، به هر حال خانه با خانه متفاوت بوده، شاید توی روستاهای شوشتر به گونه دیگه بوده، شما میتونید بیاین و این صحبت رو بکنید، مطلبتون رو بگین یا حداقل کامنت بذارین که شما چطوری این مراسم رو، مراسم مهم رو واسه ما، واسه خودتون میگرفتین. دکتر جان بریم سراغ شما، نکات خیلی مهمی رو استاد گفتن، میدونم دارین یادداشت میکنین و میخواین راجبشون توضیح بدین، تکلیف ببینیم آره چیا رو شما میخواین اضافه بکنید و بریم تو تاریخ ببینیم شما چی دارید واسه ما. بفهم بسی جان، خیلی جالب بود، اطلاعات طبق روال، اطلاعات خیلی خوب و مستند و دوباره از اون چیزهایی که ما رو به اعماق تاریخ میبره با اشاره‌ای که استاد میکنه در مورد قضایا. مثل جان اولین ماه سال رو که بهارم بود برزگر بهش میگفتن در زبان سومری. میتونین متوجه بشین که چقدر میگم دوباره این اصطلاح برای ما آشناست، برزگر، برزگر و یه چیزی شبیه به این که اولین ماه فصل بهار رو اینا به این صورت نامگذاری میکردن. و همینطور هفتم خدمتون رو عرض کردم که چقدر مهم بود و
تشابهات و اشتراکات خیلی زیادی که بین مراسم باستانی ما و بقیه جاها وجود داره. هفت چین یا هفت سین اینا همه باز ریشه هایی داره که ریشه هاش به تاریخ چندین هزار ساله ما برمیگرده. حالا روایتی هست که استاد در مورد سبزه هم مواردی رو عنوان کردن، روایتی هست مثل جان که در سرستون های تخت جمشید اینا بذرهای گیاهان مختلف رو میکاشتن اونجا دو هفته قبل از عید و بهار و اینا رو رو اون سرستون ها میذاشتن که به راحتی آفتاب و به اصطلاح اون دمای محیط رو بتونن استفاده کنن ازش و بر اساس رشد این سبزه ها که مثلا گندم بود، جو بود و عدس بود و همه چیزهای دیگه، بر اساس اونا وقت اینا تشخیص میدادن که اون سال چی رو بکارن و چه محصولی بیشتر برداشت میشه با توجه به این ترایلی که داشتن و تستی که کرده بودن. اینم جالبه حالا با توجه به سبزهایی که شما نشون دادین، اینم یه چیز خیلی باستانی و به اصطلاح جالبی هست که گفتم اینم خدمتتون عرض کنم. مسی جان خیلی جالبه دکتر جان این نکته که شما میفرمایید. حالا من راستش نه خودم تحقیق کردم نه جای خوندم، ولی این بسیار نکته مهمیه زمان شهرنشینی، این که شما توی منطقه‌ای که هستی این سبزه رو میاری ببینید چه نکته‌ای داخلش خوابیده. شما تو نواحی مختلف، روستاهای مختلف اون دانه ها متفاوت هستن و همونجور که شما گفتین دانه های متفاوتی دارن و این چه فرهنگیه که اینا میرن این سبزه رو میکارن و بعد نگاه میکنن کدوم سبزه کیفیتش بهتره. الان سبزه های منو ببینید اینجا. آره. خب اینو من میدونم این عدس رو کیفیتش خوب نیست و نمیشه روش کار کرد، یا حالا هوای محیط یا به هر حال عوامل بیرونی روش تأثیر گذاشته یا دچار شته شده یا مشکل داره. حالا من چون اینجا یه جورایی مزرعه داری هم میکنم توی این زمینه، فکر میکنم این صحبت قابل بررسی باشه حتی واسه کسایی که حالا به هر حال تحقیق میکنن. اینکه اینا از نواحی مختلف این سبزه رو بررسی میکنن میذارن اونجا و احتمالاً حالا پادشاهی یا حالا کسی که هستشون کارشناسای فن میرن چک میکنن کدوم گندم آسیب کمتری دیده، شده کمتر داده، باکتریاش کمتره، زمان بیشتری اون محصول بیشتری میده، اونو خریداری میکنن و اونو استفاده میکنن که کدوم خلاصه پخش کنن روی زمین، که این همه انرژی و به اصطلاح وقت و زمانی که دارن استفاده میکنن هدر نره و محصول بهتری رو عمل بیارن. مسی جان جالبه همینطوری که فرمودین. حالا شما به هر حال از لحاظ هم آشپزی و هم مزرعه و کشاورزی اهل فن هستین و کار زیاد کردین، ولی مراسم وجود داره که این مراسم وقتی نگاه میکنیم میبینیم هر کدوم یه حکمتی داخلش نهفته بوده، اینکه دور هم جمع میشدن و کلوچه‌های عید رو درست میکردن، با همدیگه به اصطلاح بازی میکردن، صحبت میکردن، خوش بودن، آماده میکردن اینا رو. مراسم مقدماتی و آماده سازی خودش یه برنامه خیلی جالب و مفصلی بوده که مردم به همدیگه وصل میکرد. یه طوری استاد فرمود کسی که مثلا وضع مالی خوبی نداشته توسط بقیه پوشش داده میشد و بهش رسیدگی میشد. اینا مواردی هست که خیلی خوبه و نکته خیلی درستی هم مثل شما اشاره کردیم. ما واقعا باید قدر این زمانی رو که توش داریم زندگی میکنیم بدونیم. ما نسلی هستیم که این نسل تکرار ناشدنیه، نسل استاد، و الان ما داریم اطلاعاتی ازش میگیریم که مطمئن باشین هیچ موقعی دیگه در هیچ جای تاریخ شما نمیتونید این اطلاعات عملی و تجربی رو شما ببینید. بنابراین من میخوام بگم که حواسمون باشه و بدونیم که داریم چیکار میکنیم و تو چه برهه‌ای داریم زندگی میکنیم که 10 سال دیگه یا نسل بعد از ما اصلا نمیبینن هم چیزی رو و براشون خیلی عجیبه. چیزایی که برای ما خیلی ساده است و خیلی پیش پا افتاده است برای اونا خیلی چیز عجیب و دور از ذهنی به نظر میرسه، کما اینکه ما چیزایی رو که استاد دارن میفرمایند به نظرمون دور از ذهنه یا خیلی برامون عجیب و دوره. حالا حساب کنی نسل بعدی ما چه اتفاقی خواهد افتاد و هیچ کدوم از اینا دیگه آثاری ازشون نیست، مگه اینکه بیان اینجا سد کنن استاد کتاب نوشتن برامون
اینجا لطف میکنم، مصاحبه میکنم و مواردی که تو ذهنشون هست عنوان میکنم. ببخشید، ممنون از صحبتهای شیرینتون، ممنون، زنده باشید. خواست من این موضوع بگم، این قسمتی که من گفتم در مورد عبدالله بانو در موازه شوشتر و اشکفتی بود، در هر نقطه ای از شوشتر باز مراسم هایی بود، میدان هایی بود، تشکیلاتی بود و به صورت های مختلف اونا هم ایده به ساب می گرفتن. من اونچه که میگم در موقعیت محیط خودمون بود که زندگی می کردیم، جای دیگه شاید خیلی مفصلتر، خیلی خیلی بهتر به ساب انجام می دادن. یعنی واقعا اید که میگفتن یه سال 365 مثلا منتظر بودن که هر کدوم تا اون موقع به حساب خودش برسونه و یه کارای انجام بده که لذت بره. و اینه بگم که شاید همون گیاهان داشتن میخندیده، همون شکوفا داشتن میخندیده، همون چهچه به حساب او صدای گنجشگاه، صدای بلبلا، واقعا قیامتی بود به قول معروف که از شادی و شادی، یعنی همه چه پرنده ها چه انسان ها بین همدیگه تقسیم میکردن، صدا رو به همدیگه میرسندن. انشاءالله همیشه ملت اینا یا همه مردم شاد و همیشه بهاری باشن و غم و غصه هم حساب نداشته باشن و مشکل زندگی، مشکل رزق و روزی نباشه و همه چه انشاءالله آرام و خوب باشه. من سال خوبی را، سال 1401 را و همه هموطنان عزیزم، همشهریان دوست داشتنی هم، بینندگان عزیزم و شما به خصوص که همیشه همیار من و همکار من بودید و یه برنامه رو درست کردید، من تشکر میکنم. شادی برای همه میخوام. موفق باشید. ممنون، ممنون استاد از حضورتون. من خدمت شما دوستان که پیج استاد رو پیگیری میکنه من یه بار دیگه هم عرض کنم، چند برنامه ایه که من شروع میکنم صرفا به خاطر اینکه زحمت استاد کمتر بکنیم و راحتتر بتونه سیف بشه با توجه به مشکلات اینترنتی که هستش. دکتر جان من یه موردم استاد گفتن راجع به پرنده ها و حیفم میاد نگم، این لک لک ها که چه افسانه هایی نه تنها توی ایران، به هر حال کل دنیا به خاطر مهاجرتشون و اومدنشون، حالا بعضیا هم این چیزی که تو ذهن حالا حداقل ماها هستش، این که حالا بچه‌ها رو جابجا میکنن یا این احترامی که واسه اینا به ساختن این پرستو رو، حالا اگه عکسشو یه بار دیگه هم خدمتتون نشون بدم، میبینید یه مقدار حالا سر پرستو سیاهه نسبت به بدنش و اون حالت حالا بهش گفتن، حالا استاد عنوان کردن که مثلا به عنوان سید عنوان می شدن، سید پرنده ها، که واسه شون احترام، یعنی به هر حال نکاتی هستش که توی ذهن بچه ها جاسازی میکنن، احترام به طبیعت، احترام پرنده ها، و این نکاتی هستش که بچه ها باش رشد میکنن و میفهمن چطور باید محیط زیست رو، محیط زیستی که به هر حال دست انسان ها هستش، مورد احترامشون باشه و ازش حفاظت بکنن و از تک تک پرنده ها. نکاتی که توی صحبت استاد درباره پرنده ها من داشتم، شما هم اگه نکته دکتر دارین در انتها بفرمایید تا با دوستان خداحافظی بکنید. مرسی جان، خیلی نکات درستی هم شما اشاره فرمودین. کنار مواردی روی که ما داریم استفاده میکنیم از محضر استاد، همین که نسل قبل از ما چقدر علاقه من بودن و چقدر برای محیط زیستشون و اکولوژی دوروبرشون ارزش و اهمیت قائل بودن. متاسفانه مثل جان نسل ما کارنامه قابل قبولی تو این قضیه نداشته و نسل بعد از ما قطعا بهتر از ما خواهد بود. نسل استاد خیلی بهتر از ما بوده چون که با طبیعت بزرگ می شدن و می دونستن دارن چیکار می کنن و ما باید تأسف بخوریم برای نسل خودمون که متاسفانه خوب کار نکردیم. منم این جشن باستانی رو مسی جان اجازه بدین که خدمت همه تبریک عرض کنم و بهترین ها رو برای همه مردم دنیا طلب کنم و آرزو کنم، چون که به نظر من همه ماها، هر کسی که روی این کره خاکی داره زندگی میکنه، روی یک کشتی نشستیم و همه توی قایق هستیم. تفاوتی نمیکنه اگه کسی این قایق رو سوراخ کنه، همه ماها با همدیگه غرق میشیم. اگه کسی یه جایی یه جنگی رو شروع کنه، یک کار غیر انسانی رو بر علیه طبیعت انجام بده، بر علیه انسانهای دیگه انجام بده، دودش رو هم تو چش همه خواهد رفت و
قایق سوراخ شده همه رو وارد به اصطلاح دریای خواهد کرد و راه بازگشتی نمیمونه. انشالله این اتفاق نمیفته و روزهای خوب و جشنهای خیلی خوبی رو خواهیم داشت. خیلی ممنون مسی جان که به این صورت طبق معمول زحمت همه چیزا با شماست و اداره فرمودین و این جلسه رو هم تموم کردین و دست شما درد نکنه. قربون شما و ممنون و سپاس مجدد استاد گیرم. ممنون استاد، شما نکته‌ای اگه دارین بفرمایید. من یه صحبتی هستش، حالا چون بحث کلوچه شد با اجازهتون صدا رو بعد از اینکه شما خداحافظی بکنید من اینجا روی صفحه شما هم میذارم. یه صدا رو ضبط کردم راجع به مراسم کلوچه که مرتبط با عید هستش. استاد شما اگه نکته‌ای دارین بفرمایید تا باتون خداحافظی کنید. والا موضوعی که هستی بود که این مردم شوشتر شد همه جا که چقدر احترام پرنده و احترام محیط زیست داشتن و واقعا چی جالبی بود، حتی خوراک یا چی که بود دور نمی ریختن. حتی یادم تو آسیابا پرس اگر نون اضافه یا چی بود حساب می ریختن یه جایی که مثلا حتی مایاتش رو استفاده بکنن، یعنی دست دهنده ای داشتن. یادم یه باغبونا اون موقع که محصولی برداشت می داشتن این خیلی جالب بود، یعنی همه فکر هم نوعشو بودن صد درصد، نه که خودش فقط سیر باشه، نه تو فکر دیگران بودن. او باغبونی که فرض و بادنجونشو دیگه جمع کرده، خیارش جمع میکرده، نه حتی من تو کتابم نوشتم و بعد فریاد میزد که باغ حله، باغ حله، یعنی باغ آزاده، هر کسی هرچی مونده بیاد بچینه ببره. حتی زراعتی که اونجا مثلا درو میکردن برمیداشتن یه عده بودن، زنهایی بودن که شاید بی بضاعت بودن یا شوهری نداشتن، بهشون میگفتن خوشه چین. او خوشهایی که میمونجا چون با کانواینا جمع نمیکردن، با دست و درو و اینا بود، یه قسمت هایی هم جا میمون، شاید هم عمدن جا میذاشتن، اونا میرفتن از این محصول برمیداشتن و نون و رزق روزی خودشون در میوردن. یعنی شرف انسانیت موقع هست که آدم تو فکر دیگران باشه و دیگران هم سیر بشن از تو فعلیشو یه چیگیرشو بیاد. و این بود این مرامی که اونا داشتن، امیدواریم ما هم اون مرام داشته باشیم که تو فکر گرسنه‌ها باشیم که با شکم گرسنه شبا نخوابن و دنبال سطلای آشغالی هم نگردن. من دیگه صحبتی ندارم، بار دیگر هم بهار خوب انشاءالله برای همه ملت، همه انسان ها، همه حتی اون چه که جنداره توی کره زمین انشاءالله وجود داشته باشه و همه شاد باشن. من از شما دوست همیشه ممنون هستم، همیشه همیار من بودید و یه سال شاید اداره داریم میکنیم این برنامه را، خوشبختانه همراهی همدیگه و همکاری ما خیلی خیلی مفید بوده. انشاءالله سال نوی برای شما همیاران و همکاران خوب هم آرزو میکنم. ممنون از حضورتون، ممنون از اینکه بودین و یه نکته خیلی مهم، هر بار یه نکته رو اشاره میکنید، این خوشه چینی رو حتما باید جلسه بعدی راجع بهش صحبت بکنیم چون بسیار مهمه و دوباره یه دنیا یه در دیگه استاد واسمون باز کردی انتهای برنامه و ممنون که این کار رو میکنید. این خوشه چینی رو من حتما راجع بهش خواهم نوشت، به دکترم خواهم گفت، جلسه بعدی راجع بهش صحبت خواهیم کرد. سال نو همگی مبارک. استاد از شما خداحافظی میکنیم. قربون شما، خدا نگهدار. من صدای کلوچه رو واسه دوستان بذارم و خودم یادت بگیرم. وردستش بودم، مخصوصا تو آشپزخونه وقتی حرف از شکم بود و خصوصا وقتی موقع کلوچه پختن میشد. کلوچه شوشتری رو از مادرم یاد گرفتم، هرچند الان مطمئنم خیلی ازش بهتر و اصولی تر و حرفه‌ای تر بلدم درست کنم. مزه‌شم خوبه ولی هر کاری کنم و هر چقدرم حرفه‌ایشم هیچ وقت کلوچه هم به پای کلوچه های مادر نمیرسه. آخه کلوچه های مادر فقط کلوچه نبود، یه مراسم، یه تمرین، یه خاطره موندگار، یه بازی خانوادگی، یه کار تیمی، یه جور حمایت از هم،
یه دوره همی شاد بود. وقتی مادر بدون ترازو و پیمانهای با کلاس و سوسولی امروزی فقط بر اساس تجربهش آرد و شکر و روغن و زیره و رازیانه و آب رو میریخت و تابه بزرگ فلزی و اونا رو با هم مخلوط میکرد و بعد قوی ترین اعضا با خمیر سفت کلوچه دست و پنجه نرم میکردن و زور بازوهاشون رو در حین ورز دادن خمیر به رخ هم میکشیدن و بعد با حوصله ها چونه های سفت و با بردنه های چوبی پهن میکردن و نازکی و کلوفتی چونه های پهن شده رو با هم مقایسه میکردن و بعد با سلیقه ها به ظرافت برش های لوزی شکلشون پوز میدادن. منم با عنوان کوچکترین و بی دست و پاترین عضو خانواده وظیفه داشتم و چنگال به دست منتظر آخرین مرحله کار میموندم و وقتی وظیفه‌مو انجام میدادم و کلوچه ها رو با قدرت و مهارت و ظرافت و حوصله سوراخ سوراخ میکردم، میتونستم همزمان حس قوی ترین و ماهرترین و با حوصله ترین و با سلیقه ترین و با تجربه ترین اعضای خانواده‌ام رو درک کنم و از لحظات کنار هم بودن لذت ببرم. آره، سالها طول میکشه تا بفهمیم لذت کلوچه‌های زندگی به خاطر خودشون نیست و اونا فقط بهونه‌هایی هستن تا بتونیم احساس همدیگه رو به هم انتقال بدیم و شریک لحظات خوب و بد همدیگه شیم. بعد کلیچه ها رو چنگال زده باشی تا بفهمی من چی میگم. سلامتون، پیشا پیش مبارک.